در ضد منافع ایران اتفاق می دو شعارهایی میشنوه این به گوش ایرانی آشنا هیچ ایرانی حقیقی همچین شعاری ولی ما این شعارها رو ترجمه کردیم تاسف خوردیم بلکه قصه هم خورد. که چی تو میشن یک نفر اسمش ایرانی باشه ولی شعاری بدهد و من بس. به وسیله خارجی بود او ولی پرده ها بالا رفت ماسک ها عقب افراد شناخته شد حالا این افراد در هر مقام و منزلتی که باش شناخته ایرانی باید از هم جدا 80 میلیون جمعی مطمئن است که 29 میلیون 900 و خورده هزار نفرش ایرانی هم و عده قلیل اگر اسمشون ایرانی دلشون باشد. ایرانی سکوف ایرانی باید از هم جدا بشه این دو سه باید از هم جزا بشه البته ارزش این را ندارد که بگویم این دو سه اون 29 میلیون و 900 و خورده هزار از نفر هزار نفر اینها باید فاصله بگیرن درود بر شما همیهنان هم گرامی امروز با شما هستم تا در ارتباط با تلویزیون مناتو و حمایت اخیرش در سیاست های عربستان و استفادهش از کارشناسان البته به اصطلاح کارشناسانی که در حقیقت تروریست هستن حامی فدرالیسم هستند. در این ارتباط گفتگو کنم و همچنین در ارتباط با اینکه مدتی تلویزیون مناتو ختمش این که واژه جلی خلیج را به جای خلیج فارس ما بخواد در جامعه جا بندازه صحبتی داشته باشیم خب من فقط یه مقدمه بگم بابت اینکه تلویزیون منو منبع درآمدش مشخص نیست از کجاست و من حتی وقتی که با چند تا از مجریان تلویزیون منو به عناوین مختلف و یا به صورت اتفاقی در سکون گفتگو کردم دیدار داشتم با از این چند تا که پرسیدم که شما حقوقتون رو مثلا که در مناتو میگیرید منبع درآمد مناتو کجاست نمیدونستم این خیلی حرفه یعنی کسی که تو اون سازمان عریض و طویل داره کار میکنه حقوق میگیره امران معاش میکنه نمیدونن منبع مالی این تلویزیون کجاست وقتی تلویزیونی هم مثل من تو با این سازمان بسیار گسترده در مرکز لندن داره فعالیت میکنه من معلوم نیست منبع درآمدش کجاست دیگه بر خیلی از ما حجت تمومه که این تلویزیون مطمئنا در راستای منافع ملی ایران نیست و همون گونه که داره دیگه داره خودش رو رو میکنه در حمایت از سیاست های عربستان در منطقه من وارد برنامه میشم برنامه روبرو رو, رو قبلا در موردش صحبت کردم برنامه است که در تلویزیون تو انجام میشه چهار تا کارشناس میارن به صورت چرخشی مسائلی رو مطرح میکنن نمیخوام زیاد واردش بشم اما در این برنامه یکی از رهبران حزب تروریستی کوموله که هر زمان مرزبانان ما در هر گوشه ای از این مملکت کشته میشن حتی توسط جیشال اد که اصلا یک جریان اسلامگراز این حزب دموکرات سکولار میاد بیانیه شادباش برای جیشال اد صادر میکنه و جالبه در همین برنامه هم تلویه یکی دیگر کارشناسان به نام بشیرتاش بهش اشاره میکنه و اینو میان به عنوان کارشناس تو این برنامه استخدام میکنن یکی دیگه از این مجریان به نام آقای ناصر اعتمادی عموی رها اعتمادیه که در این برنامه اخیر تلویزیون برنامه روبروی روی تلویزیون من تو رسما از سیاست های عربستان حمایت میکنه اما در دو سه هفته گذشته یکی از خبرنگاران فقیر عراقی به نام نجاح محمد علی کسی که بسیار ایران دوسته همینجام اعلام کنم من با همه عقایده ایشون همراه نیستم ولی من عراقی ها رو را راستش عراقی نمیدونم ایرانی میدونم ما و عراقی ها یک ملت هستیم و عراقی ها عرب زبان هستن و من زن بابت این که با خیلی از دوستان عراقی در تماس هستم ایران دوستی اینا رو میبینم که چقدر اینا عاشق ایران هن. حتی در جنگ ایران و عراق خیلی از این عراقی ها وقتی که با هواپیما میومدن اومدن موشک ها رو در بیابان ها خالی میکردن خودشون رو میونن تسلیم میکردن به خاطر که عاشق ایرانن این مسئله رو فعلا میبندم نمیخوام بازش کنم ولی خبرنگار فقید آقای نجاح محمد علی در دو سه هفته گذشته حسابی موی دماغ این به اصطلاح کارشناسان ضد ایرانی برنامه روبرو شده در هفته گذشته ایشون مطرح کرد که جنگ و صدام آغاز کرد به عنوان یک عراقی اینو مطرح کرد و اون آقای مکفی و دیگر کارشناسان دیگه صداشون در اومد که نه ما تحریک کرد خمینی تحریک کرد و آقای نجا سادق... آقای نجاح محمد علی در دهان اینا کوبی اسناد سازمان ملل مشخصه و همون هم که در برنامه گذشته تیم رو دست به نام چهارشنبه سیاه خرمشهر که ما برنامهشو ساختیم اشاره کنیم هرچند نامشو رو بعد میذاشم چهارشنبه سپیده خورنم شد زیرا در چنین روزی در نهم خرداد 58 تروریست های پان عرب سرکوب شدن بنابراین چهارشنبه سیاه خورنمشن نامش نیست نامش چهارشنبه سپید خورنمشنه بگذاریم ولی وقتی که حکومتی که حکومت پادشاه وقتی سقوط میکنه و جمهوری اسلامی دو سه هفته از این شورش 57 تموم شده بود که صدام و عراق تحرکاتشون رو آغاز کردن در خوزستان که در برنامه گذشته اشاره کردن و در اون زمان اصلا خمینی هنوز فرصت سخنرانی نداشتش که اصلا بخواد تحریک کنه عراقا یا تحریک نکنه پس جنگ مشخصه که صدام آغاز کرده بود یک حقیقت تاریخی است ولی خب کارشناسان ضد ایرانی برنامه رو انقدر رو اینقدر بیشرافت هم که مسئله دیگری رو مطمئن میکنم و درود به شرف نجاح محمد علی و من بعد رفته میرم ایشون تو این برنامه های مناتو اصرار میکنم که من عراقی هم با شما هموطن نیستم ولی اینگونه است یا اینگونه نه جناب نجاح محمد علی شما ایرانی هستید ما هم افتخار می‌کنیم با شما یک ملت هستیم و درد و بلات بخوره تو سر تک به تک این مو مه... کارشناسان دیگر این برنامه رو, رو که اینقدر بی‌شرافتن و در برابر شما که دارید از تاریخ و فرهنگ و کشورمون دفاع میکنید این گونه میگن خب وارد برنامه میشم در برنامه اخیر که دو روز پیش برگزار شد تلویزیون من تو آقای داسر اعتمادی با آقای نجاح محمد علی سر داستان سوریه دعواشون میشه از سر داستان سوریه آقای ناصر اعتمادی رگ گردنش کلوف میشه و از سیاست های عربستان تلویحا حمایت میکنه و دروغ میگه هوچیگری میکنه این هوچیگری ناصر اعتمادی رو ببینیم تا من بهتون پاسخ بدم ظلم بزرگ بیران میکنی وقتی که میگی ماجراجوهای سپاه در سوریه بنده معتقدم سپاه در سوریه در از از امنیت ملی آدمکشی سوریه آدم... آدمکشی یعنی چی کجا آدمکشی کشتن کوفرزندان این حرف داعش در کنار سربازان بشار اسد این حرف داعش عزیز دلم این حرف داعش و عربستان برای حفظ در قدرت این حرف و اگر سپاه پاسداران رو بشورد همین بلا رو بر سر اینا خواهد آورد با این حرف داعش و گروه های تروریستی میگن ارتش هر انگی سفاخ... شما میخواید به بزنید بزنید ولی شما... این کسی که کتمان نمیشه سپاه پاسداران در قتل مردم سوریه مشارکت داره از 5 سال سپاه در از مردم سوریه دفاع میکنه خب دقیقا آقای ناصر اعتمادی میبینید با هوچیگری چیکار کار میکنه ببینید من بذارید یه مثال بزنم براتون هر زمان هر کی هوچیگری کرد یه چیزیش مثلا توی اپوزیسیون راحته یکی از سال ترین هوچیگری ها اینه وقتی که اه کسی از عقاید کسی خوشش نمیاد سریع اتهام میزنه آی مامور جمهوری اسلامی آی این فلان این مال سپاه پاسداران آی این پروژه وزارت اطلاعات و اینجور حرفاست هر زمان از این صحبت ها شنیدید ببینید طرف مقابلتون خلع اصلاحه در عالم سیاست وقتی که هوچیگری و کلیبازی آقای ناصر اعتمادی رو من میبینم دقیقا مساق پیدا میکنه که دستش خالی آی سپا رفت اونجا دختر بچه ها رو کش آی فلان کرد نه دردتو بگو که دلت برای دختر بچه های سوریه نمیسوزه که چون اگر میسوخ میدیدی که دختر بچه های سوریه رو داعش جبهه نصرت زده کشته و اگر مسائل سیاسی رو واقعا صادقانه میخواستی بیان کنی حق به ایران میدادی که حضور نظامی در سوریه داشته باشه اولا که بشار اسد خودش خواسته دوم این حق هم به ایران میدونه چطور این حق به آمریکا میدی آقای ناصر اعتمادی از اونور دنیا بیاد این حق به عربستان میدی که داعش رو هر روز پرورده تر کنه و بایش ای سلاح بده و کمک مالی کنه حتی این پادشاه فقیر دیگه جمله پادشاه فقیره برای حفظ تمامیت ارزی ما یک زمانی باید پامون بیرون از ایران بذاریم و این کار کرد پادشاه وقتی که احساس خطر کرد در عمان جنگ زفار رو در عمان ارتش شاهنشاهی رو فرستاد اینا مسائلی که این رسانه ها به شما نمیگن حالا در ادامه مثلا این هوچیگری آقای ناصر اعتمادی رو بگم که دستش خالیه یعنی هر زمان که شنیدید یکی گو آی زن و بچه این فلان این اینا این هوچیگری آقا جون شلوغش نکن اگه بحث زن و بچه است که داعش داره میکشه مگه همین بچه ها هستن حالا با همه بدیایی که شما میگید داره وقتی که دید داستان خیلی غم انگیزه گفت آقا من نمیتونم الان حفاظت کنم از مردم کرد در اون منطقه کوبانی و اینا این مردم هم در کوبانی مخالف بشار اسد بودن داشتن باش مبارزه میکردن بشار اسد گفت آقا من با شما مبارزه ای ندارم که شما خود مختار بشی تمام کوبانی و کردستان شما خود مختار برید از خودتون محافظت کنید خب داعش اگه فقط مخالف بشار اسد بود جنگ با مردم کوبانی رو آغاز میکرد دیدید که داعشی ها رفتن قورت بدن مردم کوبانی رو اینجا که دیگه بحث بشار اسد نبود که اون زن و بچه کوبانی که کشته شدن آقای ناصر اعتمادی زن بچه نیستن آدم نبودن مردم کوبانی هم که مخالف بشار اسدن حالا چی میگی از زن و بچه ها رو داعش داره میخوره میکشه زن و بچه های مردم رو میفروشه دیگه از هیلاری کلینتون که بالاتر نیستید که گفتش که آقا داعش ساخت پرورده دست خود آمریکاست این حرف هیلاری کلینتونه ولی در ادامه من میخوام حالا بهتون بگم که بیشرافتی و خط و مش عربستان تا کجاست چگونه عربستان خرج میکنه در اپوزیسیون که به شما بخواد خط و مش خودش رو جا بندازه در ادامه ناصر اعتماده میگه نه سپاه اینا باید بلندشن در سوریه بلندشن بیان در داخل خاک و یه سری از این حرفا که با هم گوش میکنیم پاسخشو میدیم اولین گام برای پیشگیری از این خطر اینی که سپاه پاسداران از سوریه از یمن از دیگر کشورهای منطقه بیاد بیرون و بیاد سر مرزها و به عنوان نیروی نظامی که وظیفه اصلیش دفاع از قانونه و تمامیت ارضی ایرانه دم هم همون مرزا ببینید امنیت ملی امنیت ملی اجازه اینها با رفتن به اونجا امنیت ملی ایران رو به خطر انداختن نه 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 رفتن از امنیت دروغ امنیت ملی دوستان. حمایت میکنن درود به شرف نجاح محمد علی ببینید ناصر اعتمادی چگونه حرف آل سعود داره در تلویزیون فارسی زبان منو میزنه میگه آره سپاه اینا بلنش هم میگن تو مرز خودشون تو مرز خودشون بخوان چیز کنن حضور سپاه پاسداران یا مثلا عوامل جمهوری اسلامی در سوریه امنیت ملی ایران رو تو خطر میندازه ببینید آخه بی تو گفت این بی شرافتی رو در خیلی از بخش اپوزیسیون هم میبینیم ها گفتم هر کسی که با این داستان مشکل داره اون وقت باید مجبور به پادشاهی فقید هم گیر بده که تو چرا رفتی تو جنگ تو دعوای داخلی عمان اصلا دخالت کردی و حضور نظامی چیز داشتی حضور نظامی داشتی ارتش شاهنشاهی رو فرستادی مگه پادشاهی فقید این کار نکرد دقیقا صحبت پادشاهه برای حفظ تمامیت ارزی باید پایمان را بیرون از مرزهای ایران بگذاریم هر کسی که مشکل داره که ایران در سوریه است بر اینم حل کنه اون وقت مجبور پادشاه هم بزنه نه کار پادشاه درست بود حضور نظامی ما هم در سوریه درسته وقتی که تلویزیونی که پولش معلوم نیست از کجا میاد دقت کنید ایزان تلویزیونی که پولش معنی از کجا میاد و حتی مجریاش نمیدونن و تروریست کابه آهنگری رو استخدام میکنه که بعد از این در حمایت از ناصر اعتمادی این تروریست کابه آهنگری هم سخن میگه میاد دقیقا همون حرفی رو میزنه که آل سعود میزنه دیگه تو بعد بیفته در ادامه کابه آهنگریه که با وقاحت میگه که خب اگه شما آقای نجان محمد داری. این حق برای ایران قائلی که در سوریه باشه ناراحت در باشه فردا عربستان مثلا وارد خاک ایران بشه اینو نگاه کنید تا جوابش بدید بنده بر این تصورم که سپاه داره در عراق و سوریه جنایت میکنه شما میفرمایید دارین حقوق ملت ایرانو تامین میکنه بنده هم میگم شما به آمریکا و عربستان و ایکس و ایگری هم این حقو بدید که بیان در داخل ایران امنیت ملت خودشونو تامین بکنن اجازه, اجازه خب آقای تروریست کاوی آهنگری اولا که عربستان رو هر کسی دیگه غلط میکنه که بخواد بیاد داخل خاک ایران ولی عملا این کار رو دارید میکنید مگه کم جاسوس فرستاده عربستان در خاک ایران الان خودتو تو مگه نیستی مگه کم خرچ کرد عربستان در بیرون از ایران این همه رسانه رو داره حمایت میکنیم به مانند تلویزیون عربستان فردا که نوری زاده است یا همین تلویزیون که اخیرا با پول یکی از این تجار عرب از عربستان تامین شده حالا دقیق ریز نشدم که آمارش بگیرم به نام تلویزیون اینترنشنال مگه این تلویزیون الان با پول عربستان در همین هفته گذشته افتتاح نشد مگه خود تو همین من و همین تلویزیون من تو که درآمد مالیش مشخص نیست مگه خود شما ها زیر نظر مگه رهبر حزب خودت آقای کاوه آهنگری تروریست اه نام خوبی داره این الان حضور ذهن ندارم مصطفی هجری مگه تروریست مصطفی هجری عملا و علنا در بی بی سی بر نگشت گفتش که ما حاضریم از عربستان پول بگیریم پیام فرستادیم و در اقلیم کردستان مگه شما با عربا نشستید خب دیگه داره کارشو میکنه عربستان بله عربستان هم برای منافع خودش مزدورایی به مانند تو رو استخدام کنه مزدورایی به عنوان همین مجریانه و کارش به اصطلاح کارشناسان برنامه رو به رو رو استخدام کرده نگه شما کم دارید دفاع میکنید از عربستان برای چی دارید دفاع میکنید عاشق چشم ابرو عربایی یا عاشق جای دیگه ی عربا هستید عاشق چی هستید عاشق پولشونید دیگه اگه این پول عرب شما نده که شما نمیاد حمایت کنید از عربستان خب اگه داره همین کار داره میکنه عربستان داره به خاطر منافع ملیش داره این کارو میکنه و دنیا رو هم به لجن کشیده تمام هایی که در آمریکا کار تروریستی کردن بالای هفتاد درصدشون پاسپورت عربستانی داشتن تمام شد و رفت دیگه از چی داری دفاع میکنی؟ و نکته دیگه این قضیه رو ببندیم اینجا ولی داشته باشید میبندیم ولی تو حضور ذهن داشته باشید چون در بخش بعدی برنامه به اینجا خواهیم رسید اینو تا اینجا داشته باشید در مورد مسئله حضور نظامی در سوریه من برنامه های زیادی ساختم هر کسی مشکل داره اصولا تمام کسی که مشکل دارن دو سه دسته بیشتری هستند یک دسته شد افرادی تروریستی همچون کاوه آهنگری هستش که دنبال تجزیه ایران هم ببین چه جوری داره ناراحته که ما حضور نظامی در سوریه داریم آتیش داره میگیره برید ببینید, ببینید تروریست ها چجوری ناراحتن یکی دیگه هم کسانی هم که اصولا اهل کتاب نیستن فقط تلویزیون های میبینن و اصولا تا الان این ذهن خودشون مغز خودشون رو به کار ننداختن یه خود فکر کنن فاقل هر نوع فکری هم بخاطر که اگه زمان آزادی هم تو زندگیشون پیدا کنن به جای اینکه فکر کنن مجبورن برن فیلم پرنا نگاه کنن این هم از این یعنی کسایی که مخالفاً جز اینجور دست ها هستن دقدقه ملی و آگاهی ملی ندارن اما در مورد مسئله خلیج خلیج فارس که اینها میان میخوان واجه جلی خلیج به کار من به تازگی تلویزیون من در یک خبری که اومد منتشر کرد اومدش یه خبری رو نوشتش و در اخباری که داره مطرح میکنه هر از گاهی ما میبینیم مثلا دو بار میبینیم مثل خلیج پارس تهش میبینیم مثلا, کشورهای حوزه خلیج اینو بارها ما در نوشتارهای روزانه و اخبار نوشتاری تلویزیون مناتو داریم مشاهده میکنیم این کار میدیم یعنی چی؟ بهش میگن پروژه خطنسازی پروژه این که گوش رو آشنا کنن که شما آقا واژه خلیج هم اوکیه چون الان دعوا سر اینه که ما بر حق و بر اسناد تاریخی فراوان واژه واژه خلیج فارسه عربا پس از این داستان جمال عبدالناصر و البته نخستین فردی که این قضیه تخم لقاشی یک یهودی بود که الان حضور زن ندارم بعد نخستین فردی که در دنیای عرب اومد بحث خلیج عربی رو مطرح کرد جمال عبدالناصره پس از اون این کشمکش وجود داره حالا الان الان وظیفه تلویزیون مناتو و بخشی از این اپوزیسیون که از عربستان پول گرفتن چیه پروژه ختم سازی میان به شما چی میگن آقا حالا خلیج فارس نه خلیج عربی هم نه خلیج یعنی الان میان این قضیه خلیج رو میخوام حالا بهتون در جلوتر توضیح بیشتری خواهم داد این تا اینجا داشته باشید که پس در اخباری که تلویزیون من تو مدت منتشر میکنه دوبار می نویسه خلیج فارس و همون خبر بعد یه بار هم می کشورهای خلیج مثلا فقط واژه خلیج فاجه خلیج واژه جلیس ما اونجا یه خلیج بیشتر نداریم نامش خلیج فارس نامش با وجود این کشمکشه که وجود داره بعد کامل برده بشه این حواستون باشه و نجاح محمد علی در مورد دیدار ترام با این آل سعود صحبت میکنه و خب ترام یه کار درستی هم کرد در این دیدار چرچن حضور فیزیکیش در عربستان و اینا اصلا فاجعه بود و منم واکنش نشون دادم و اینا اما یه کار جالب کرد ترام ترام در تمام سخنانی ها و صحبتاش گفت خلیج فارس و حتی قراردادی که نوشتش به اینا اصل داد توش اونجا نوشت کشورهای حوزه خلیج فارس واجه خلیج فارس و پادشاه عربستان امضا کرد پادشاه عربستان زیر قرارداد اسلحه ای امضا کرد که بالاش نوشته کشورهای حوزه خلیج فارس این خیلی نکته مهمیه محمد نجار محمد نجا محمد علی این مسئله رو میاد مطرح میکنه و شما حالا اینو ببینید و بعدش نگاه کنید که اون تروریست کاوه آهنگری چقدر براش افته میشه با هم حالی که البته خودتون میدونید کلیه کشورهای عربی در بالخصوص کشورهای خلیج فارس کشورهای عربی خلیج فارس از واژه خلیج واژه مجهول من میگم واژه مجهول خلیج عربی استفاده میکنن و ضمن قرارداد ده سد هزار و ده میلیارد دلاری با امریکا و عربستان سعودی که امضا شده عربستانی ها دقیقا امضا کردن روی همون قراردادی که اعتراف میکنه که خلیج خلیج همیشه فارس یعنی ای کاش یک تارموی نجاه محمد علی تو وجود بیشرافت برخی از این ایرانی هایی بود که در این رسانه ها ریختن و حاضر نمیشن خلیج فارس بگن و شما نگاه کنید وقتی که اینا نجاه محمد علی میگه چگونه تروریست کاوه آهنگری برا شفته میشه و میاد اعتراض میکنه و اون ناصر اعتمادی که برای عربستان رگ گردانش کلوف شد یا اون مکفی که اون دفعه میگفت جنگ ما شروع کردیم اینا همه سکوت میکنن فقط آقای بشیرتاش تلویحا میگوید که آقای آهنگری حالا شما چرا اینا رو به هم ربط میدی شما از دموکراسی دفاع از حالا منافاتی نداره ایشون میگه خلیج فارس از خوب خوبشون بشیرتاش میشه اینجا این بخش صحبت های آقای کابه آهنگری نگاه کنیم که به شدت ناراحته که چرا نجاح محمد علی عراقی که البته من میگم عراقی ها رو از ملت خودمون میدونم ایرانی هستن پس از جنگ قادسیه اینا از مجادا شدن شوربختانه عراق ایرانه اصلا پایتخت ایران در زمان ساسانیان تاق کسرا مدائن در عراق بوده حالا بگذاریم مدائن علات نام غلطشه نامش تیسفونه بعد که عرب ها حمله میکنن تیسفون اینقدر چون در شهر مدینه این پرانتز کوچیک شهر مدینه علات نام اصلیش یثرب بوده شهر یثرب چون قوم های یهودی بنی قریزه و بنی یعنی قیقناق و اینا بودن اینا خیلی تجار طلا و اینا بودن خیلی ساخته بودن یسته یعنی شما اگه عربستان میرفتی اون موقع در زمان محمد تازی یسته خیلی حالت شهر بود یه خورده تمدن داشت و بعد نامش اینا میزنن مدینه وقتی که میان تیسفون رو میگیرن انقدر این تیسفون ما زیبا هست که دهن این عربها باز میمونه میگن به خدا اینجا مدینه هاست و این واژه مدینه هاست بعدا تبدیل شد به واژه مدائن حال نام اصلیش تیسفونه برای تیسفون در عراق بوده و عراقی ها با ما یک نجات حتی هم. الان هم ما با عراقی ها. اگه نگاه های چشم و عبرومون همه اینا یک نجاتیم عرب عراقی ها فقط عرب زبان شدن عرب نیستن هموطن من هستن و ببینید که این ما... نجاح محمد علی که نامش نامشو من اشتباه میگم امروز توپق میزنم ببینید که چقدر این آدم با شرافته با چه دل با چه غروری هی میگه خلیج فارس درود به شرف آقای نجاح محمد علی با باور کن ای کاش همانند تو در این اپوزیسیون بیشرف ما در بین این ایرانیا و همانند تو در خیلی از این دولت مردان جمهوری اسلامی بود ای کاش و اگه ما افرادی همچون شما رو داشتیم یه کمتر قصه میخوردیم بگذاریم پس از این صحبت آقای نجاح محمد علی ببینید کابه آهنگری چجوری براش افته میشه خلیج فارس نامیدن خلیج اینو سراحت میگم این مشکل اصلی ایرانیان نیست که خلیج عرب نوشته فارس نوشته شده اگر ایرانیان به فکر یک راه چاره جدی برای شروع دموکراتیزاسیون اجازه منظورم بود که ترامپ یه خورده دماغشون پیچید دماغش مش... مشکل ایرانی اسم, اسم فارس و فارس بودن خلیج نیست دموکراسی است اگه ایران دموکراتیزه نشه آهنگری شو... دقیقا آقای کابه یا هنگری زد وسط خال دقت کنید چی داره میگه میگه واژه خلیج فارس مهم نیست مشکل ما دموکراسیه کی داره این حرف رو میزنه؟ یکی از عناصر نامطلوب تجزیه طلب از رهبران حزب تروریستی کموله که از دل این دموکراسی و سکولاریسمشون به بهشون اومدن اسلحه برداشتن من نمیدونم از اسلحه چجوری دموکراسی میخوان اینا بیانن برای ما حزبی که دو هفته پیش بیانیه شادباش برای جریان تندروی اسلامگرای جشالعد فرستاد که زده ده مرزمان بیگناه ما رو کشته این حالا داریم میاد به شما میگه که کسی که از اول برنامه هم داره ناراحته که چرا حضور نظامی در سوریه داریم حالا این داریم میاد میگه خلیج فارس مهم نیست مشکل ما دموکراسیه و اون ما بقیه کارشناسان دیگه هم اعتراض نمیکنن فقط تلویحا یه کوچولو بشیرتاش تازه اعتراض میکنه نه به اینکه تو چرا داری این میگه اینا رو چرا با هم مقایسه میکنی شما دموکراسی دفاع کن. و اعتراضی نداره که ایشون خلیج فارس براش مهم نیست داستان چیه؟ حالا اینجا چند تا لایه هست و یه مثالی هم باید براتون بزنم که زشته ولی میزنم بحث اینه که الان میخوام بگن آقا ایرانیا شدید محکم واسه ایستانم میگن خلیج فارس پروژه ختم سازی رو آغاز کنیم بذارین الان نمیخواد الان ما یه دفعه به اینا بگیم خلیج عربی معلوم ایرانی رگ گردنش کلوف میشه به خصوص اگر دهن یه عرب بشنوه اگه الان کشورهای عربی بگن اینجا خلیج عربیه توده مردم ما رگ گردنشون کلف میشه پس چیکار کنیم بریم در اپوزیسیون جمهوری اسلامی کسانی که در لباس مخالفت با جمهوری اسلامی نشستن و دارن برنامه هایی رو درست میکنن که در ضد اون حکومته چون این جمهوری اسلامی هم دیگه انقدر فساد داره و انقدر فشار گذاشته مردم اطمینان پیدا کردن به این کسانی که مخالف حکومت جمهوری هستن از دهان اینها ما فعلا بیایم نه عربی اون خیلی تابلو میشه فعلا خلیج فارس رو در مرحله نخست از دهن ایرانیا بندازیم فعلا این کارشناسا برگردن بهمون بگن فقط خلیج و این کار برای همینه که آقای انگلی میگن مهم نیست حالا خلیج فارس بگیم خلیج بگیم این همون داستانیه که آقای رضا پهلوی وقتی که میره کنار محمد السلمی میشینه مردم ایران برای دهن کی بشنون خلیج از دهن رضا پهلوی بابا رضا پهلوی که دیگه با جمهوری اسلامی فلان رضا پهلوی پسر محمد رضا شاه و رضا شاهه نام مقدس پهلوی روشه ولی مردم باید از دهن اون بشنون به این میگم پروژه ختنه ببینید تجاوز بعد وقت آروم آروم بهتون انجام تجاوز یه دفعه بهتون انجام بدن صداتون بالا میره آرام آرام بهمون به تجاوز دارن میکنن بذار یه مثال زشت و زننده بزنم ولی لازمه چون قابل فهم خیلی ها بهتر اینجور مثال رو میفهمن در سکس روغن وجود داره که عمل سکس راحت تر میکنه به ویژه پوزش میخوام از بانوان سکس از پشت روغن هایی وجود داره یا وازلین دیگه درم دست نباشه وازلین هست وازلین و این روغن ها عمل سکس راحت میکنه آرام آرام میذاره که این عمل سکس انجام بشه دقیقا نقشی که آقای کاوه آهنگری در این اپوزیسیون داره بازی میکنه تلویزیون مناتو بازی میکنه و حتی رضا پهلوی بازی میکنه در 99 درصد صحبتی که رضا پهلوی میگه همین نقشه نقش این اپوزیسیون ما و کسانی که میگن آقا مهم نیست چرا رگ گردن برای خلیج فارس کلوف میشه حالا خلیج باشه ما که نگفتیم خلیج عربی میگیم خلیج حالا چرا انقدر ناراحتید دقیقا این حرفو در تلویزیون نوریزاده عربستان فردا یکی از کارشناساشون گفت و خود نوری زادم گفت مهم نیست نقش نوری زاده ها نقش رضا پهلوی ها و نقش این آقای کاوه آهنگری و تلویزیون مناتو و من تمامی کسانی که میخوان مسائل ملی را ناچیز بشمونن بگن نه حالا رگتون هم کلف نشه رگ گردنتون آروم بشید دقیقا همون نقش وازلین و روغن در سکسه در حقیقت رضا پهلوی ها کاوه آهنگری ها و تمامی این کسانی که مسائل ملی رو این شور ما رو در مسائل ملی میخوان سرکوب کنن همون نقش وازلین و روغنه که آرام آرام به همون تجاوز کنن آرام آرام به همون خیانت کنن چون که یک دفعه بگن خلیج عربی هممون صدامون در این یه بخش بحثه حالا نگاه کنید کسی که ناراحته که چرا ما حضور نظامی در سوریه داریم کسی که از کشتار مرزبانان دفاع میکنه کسی که به دنبال تجزیه است کسی که پرچم جدی کردستان در آقای کاوه آنگری کسی که میگه خلیج فارس مهم نیست این فرد بعد میگه مشکل ما دموکراسیه چرا اینو میگه چون اون به خوبی میدونه چون خوب مطالعه کرده اون تجربه پاور رو داره که چمران پدرشون در آورد اون تجربه جنگ 24 روزه سنندج رو داره که در آتی برنامه خواهم ساخت در آینده که سیاد شیرازی اونجا بیچارهشون کرد اینا رو داره تجربه اینا میدونه چیه چون بحث سنندج و پاور اینا اینا قرارداد با طریق دموکراسی تونستن با اون دموکراسی که در ابتدای انقلاب برای اینا پیش اومده بود فضایی که به وجود اومده بود از طریق دولت موقت بازرگان از طریق دموکراسی کردستان از ایران جدا کنن کاوه آهنگری خیلی خوب میدونه که بدون راه دموکراسی به هیچ عنوان نمیتونه کردستان رو جدا کنه زیرا اگه بنابر جنگ باشه کردستان به حال یه منطقه یه استانه و کافیست که به مانند سال 59 کسی که به عنوان حالا رهبر پادشاه یا هر کسی اون زمان خمینی بود یا در زمان پادشاه فقید شاه بود فرد نخست مملکت در حاکمیت فقط برگرده به قول حالا اسلامیش میگن جهاد ما نامش میذاریم رستاخیز به مانند محمد رضا پهلوی پادشاه فقید حکم رستاخیز به ارتش و مردم بده همه حجوم ببرن قاضی محمد در اون دوره بردنن یا در زمان خمینی حکم جهاد بده در نماز جمعه تمام استان ها از مشهد و سیستان و شمال کشور و مازندران و گیلان و اصفهان و همه جمع شدن ریختن کردستان کشور نجات دادن پس بنابراین آقای کابه آهنگری خوب می داند که از طریق اسلحه نمیتواند کردستان کردستان جدا کنه از طریق اسلحه فقط میتونه منطقه کردستان رو ناامن کنه که تا به امروز این کار کردن و خیانت بزرگیه به مردم کردستان یکی از دلایل فقر در کردستان افرادی چون کاوه آهنگگری که اون منطقه رو ناامن کردن مرزهای کشور ما رو ناامن کردن و پدر مردم کردستان رو درآوردن اینا و اینو کاوه آهنگگری میدونه که با اسلحه فقط میتونه ناامن کنه بله خوبی میدونه که پس باید الان دموکراسی رو در جامعه بیان اول پیاده کنن و پس از دموکراسی دوران پس دموکراسی در ایران بحث حکومت غیر متمرکز و فدرال رو پیش بکشن چون میدونه اگه همون دقیقه بگه ما میخوایم خود مختاری میخوای رگ گردن ماها میزنه بالا پس باید چیکار کنه صحبت حکومت غیر متمرکزی که الان رضا پهلوی هم تو همه صحبتاش میکنه چون همین رضا پهلوی رو میگم چون این تو جبهه ملی داره اپاش به مخنجر میذاره از همه این رضا پهلویه و دوران پس از دموکراسی که جمهوری اسلامی رو برانداز میکنن میان برای تو حکومت غیر متمرکز فدرال رو میگن یک دهه که از این دوره از دموکراسی که حکومت غیر متمرکز و فدرال رو پیاده کردن میدونه کابه و انگری اون زمان بحث خودمختاری و جدا شدن از ایرانه تمام این روند رو آقای کابه و انگری میدونه که پس باید ما نهادینه کردن دموکراسی در ایران بیاد پیاده کنه و اون اونجا که من از دموکراسی میترسم بهتون دارم میگم ببینید دموکراسی از دهن چه کسی داره بیرون میاد از دهن یک تجزیه طلب تروریست از کسی که کشتار ده تا از مرزبانان جوان ما در سیستان دو هفته پیش تبریک گفته از دهن این داره دموکراسی میاد واقعا فکر میکنید این دموکراسی به اون معنایی که شما معنیشو میدونید داره میگه نه به معنای اون معنای خوشگلش که آقا هر کی بتونه حرف بزنه حکومت مردم بر مردم و اینا نیست دیمو و کراسی نیست حکومت مردم بر مردم دمو و کراسی نیست نه بحثش اینه که با گفتمان و با مذاکره کردستان رو جدا کنه چون میدونه به زور نمیتونه چون میدونه اگه به زور باشه تمام استانها جوانا جمع میشن میان کردستان به مانند سال 59 و, و جنگ 24 روزه سنندج قال قضیه اینا رو میکنن 24 روز طول کشید تمام این تجزیه طلبا رو ریختیم بیرون اینو به خوبی میدونه بنابراین عزیزان بسیار باهوش باشید پوزش میخوام بابت مثال زشتی که زنم ولی لازم بود و بدونید که استعمار جهانی به ملت ما یک دفعه تجاوز نمیکنه آرام آرام میتونستم مثال های دیگه به نام قورباغه پس هم براتون بزنم ولی لازم بود که یه بار یه مثال خیلی اوریان سکسی براتون بزنم بفهمید یعنی چی آرام آرام دارن بهمون به تجاوز میکنن و این آرام آرام تجاوز کردنه چون سکسه و این تجاوز رو ما راحت تر بتونیم قبول بکنیم روغن دارن بهمون همون میمالن وازلین میزنن و افرادی مثل تلویزیون منتو و تو و این اپوزیسیون نوری زاده ها، نوری علاها حسن اعتمادی ها شریعت مداری ها حسن شریعت مداری منظورمه رضا پهلوی ها در تلویزیون افق من میبینم یه کسی رو به نام شجایی میارن شجایی ها که از فدرالیست دفاع میکنه تلویزیون های رسانه های دولتی غربی بی بی سی و صدا آمریکا اینا همشون نقش اون وازلین دارن که ما این تجاوز راحت تر بتونیم تحمل کنیم حواستون باشه که دارن با این پروژه خفن سازی برنامه آینده رو میچینن من سپاسگزاری میکنم از عزیزانی که برنامه ها چون من خیلی خوشحالم امروز تیم روده هست. ما شیش هفته نیستیم تیم روده است شده بابت اینکه من برنامه مناتور رو نرسیده بودم هیچکونو رسد کنم و یاران مردم رسد میکنن برای ما در مسیج هامون میفرستن سپاسگزاری میکنم به تک به تک همتون امروز هر کدوم از شما باید یک پاسدار میهن باشید دونه دونه این رسانه ها رو من نمیگم نگاه نکنید اتفاقا امروز باید نگاه کنید امروز وظیفه تک به تک ماست بی بی سی رو نگاه کنیم صدای آمریکا رو نگاه کنیم تمامی فعالین سیاسی رو رصد کنیم مثل بقیه نیستم بگم اونا رو نگاه نکنید اصلا اگر قبلا گفتم تزم عوض شده همه رو نگاه کنید موچاشون رو بگیرید حساس باشید رو مسائل ملی فقط و فقط موجودیت ایران مهمه و ما به نتیجه خواهیم رسید به خاطر که آگاهی ملی رو آغاز کردیم پاینده ایران سواسگذارتون و یارتون باشه جمهوری اسلامی خواهد رفت جمهوری اسلامی مطمئن باشید که خواهد رفت روزی. ولی مهم رفتن جمهوری اسلامی نیست مهم اینه که آیا پس از رفتن جمهوری اسلامی من و شما و ملت ایران ارزه داریم ایران شکوهمند دوباره به جهانیان بشناسونیم و ایران رو حفظ کنیم و ایران تجزیه نشه می توانیم یک حکومت ملی برپا کنیم ما برای اون داریم مبارزه میکنیم و این مبارزه عربد کشی و ریختن تو خیابون نیست این مبارزه دیگه مبارزه رسانه است در مرحله نخست کتاب بخونید آگاه بشید نسبت به مسئله ملی تمامی رسانه ها رو رسد کنید با ما همکاری کنید دست به دست هم جنبش آگاهی ملی رو باید راه بندازیم و پیشنهاد میدم از طریق این برنامه زین پس در تمام پستاتون هشتگ جنبش آگاهی ایران جنبش آگاهی ملی جنب آگاهی فقط ملیش مهمه ایران بزرگ آرمان بزرگ میخواد پاینده ایران بدرود